سلام عرض میکنم به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. سیما بهاری هستم با همکارم جمیل فرزان. برنامه نگاه روز رو تقدیم حضورتون میکنیم. در برنامه نگاه روز امروز در رابطه با طرح حذف یارانه ها صحبت میکنیم با مرتضی فاتح. امیدوارم صدای منو داشته باشید. سلام عرض میکنم به شما و خوش آمد میگم بهتون به برنامه ما. بله صداتون رو دارم. منم سلام عرض میکنم به شما و همکارانتون. سال 90 شروع شده، جمهوری اسلامی طرح بلند پروازانه حذف یارانه ها رو مطرح کرد و قرار بود که این رو پیش ببره. الان در چه وضعیتی هست این طرح حذف یارانه ها؟ طرح حذف یارانه ها یکی از طرحهایی بوده که مداوما توی حکومت های مختلف، یعنی دولت های مختلف بهتر بگیم، توی جمهوری اسلامی مسئلهش مطرح بوده و به قول شما این طرح بلند پروازانه، ولی جمهوری اسلامی بسیار بلند پروازی و حماقت در این حکومت یه مرز غیر قابل تفکیکی با هم دارن. ولی به هر حال خود این طرح تا اینجایی که مطرح شده، اگه به عنوان سیاست در نظر بگیریم از طرف دولت احمدی نژاد، چون دولت احمدی نژاد همیشه سیاستش تعرض بوده، یه نوع دفاع از خودش در مقابل جامعه، نوعی تعرض بوده، ولی خود این طرح هم در حقیقت تا حالا به جایی نرسیده. ببینید مثلا قد پرداخت یارانهای نقدی رو توی این طرح الان بلا تکلیف مونده. همون موقع هم که پرداخت میکنه معلوم نشد بالاخره قیمت واقعی که پرداخت میکنن چقدره و کی به اصطلاح مسئول این پرداخت است به طور مستقیم. یه بار گردن دولت بود، یه بار گردن بانک مرکزی بود، یه بار شورای اقتصاد بود و الان هم بلا تکلیف، یعنی معلوم نیست پرداخت بشه یا نشه. تغییر قیمت سوخت عملا توی بخش ترانسپورت و حمل و نقل عمومی به اصطلاح باز اونم شکست خورد، چون دولت مجبور شد در مقابل کامیوندارا و چیزای مسافربری اینا کوتاه بیاد و قیمت سوخت رو تغییر نده و یه جاهایی هم مجبور شد به حمل و نقل شخصی همچنان سوبسید بده برای سوخت. در مورد بالا بردن قیمت حامل های انرژی هم همین اتفاق افتاد. الان مردم در خیلی جاها قبضا رو پرداخت نمیکنن و دولت هم نمیتونه کاری بکنه. جایی تا جایی که در مورد گاز مثلا صدای مجلس هم در اومده، خیلی از شهرها بهشون اعلام کردن که پرداخت نکنید، اینا رو تغییر میدیم، بیارین قبضاتون رو پس بدین. خیلی جایی که پرداخت نمیکنن دولت مجبور شده بگه که اینا رو قسطی پرداخت بکنین قبضاتون. یعنی عملا به طور واقعی این افزایش قیمت متحقق نشده واسه دولت، ولی به هر حال این طرحیه که دولت سعی میکنه با اجراش بخشهایی از خدمات اجتماعی رو همچنان بزنه و نیروی کار و کارگرا و زحمتکش جامعه رو بیشتر تحت فشار اقتصادی قرار بده. بله، یکی از کارکنان سابق بخش ایران وزارت امور خارجه آمریکا علی مرعشی میگه که نه رفسنجانی و نه خاتمی نتونستن اصلاح وضع موجود رو در دستورشون قرار بدن و کاری انجام بدن. الان قرار احمدی نژاد واقعا چه چیزی رو اصلاح بکنه؟ چه جوری؟ با چه قیمتی؟ چیزی که بهش میگن اصلاح وضع موجود یا طرح حذف سوبسیدها، از نظر این کارشناس احتمالا همون منظورش خصوصی سازی و نسخه بانک جهانی صندوق بین‌المللی پوله که مثلا ما به ازای اقتصادی نظم نوین جهانی، منظورش از اصلاح اینه احتمالا، چون این اصلاح به نفع جامعه نیست، درش این اصلاح به نفع کس دیگه است، اونم سرمایه‌داره این جامعه. ولی به هر حال خود این سوبسیدا که این آقا میگه باید اصلاح بشه، جامعه اقتصاد باید اصلاح بشه، امتیازی که دولت های از دهه 50 به جامعه دادن تا بدون اینکه سطح دستمزد رو بالا ببرن و به قول خودشون کارگر رو به قول خودشون پررو بکنن، سطح بس زندگی رو بالا ببرن از طریق پرداخت غیر مستقیم. این بعد از در دوره جمهوری اسلامی و از طرف ارگانهای بین المللی خیلی فشار می اومد که این سوبسید ها در تمام دنیا نه فقط در ایران این حذف بشه و خصوصی سازی بشه و اقتصاد کلا غیر دولتی بشه و به حال خودش رها بشه که سرمایه دارا هر کاری میخوان تو هر جوامع مختلف انجام بدن. ولی هدف احمدی نژاد، اون چیزی که احمدی نژاد رو به این بساز سوق داد به سمت اجرای این سیاست یا دولت احمدی نژاد، یکی ضرورت های اقتصادی خود اون جمهوری اسلامی بود و ناتوانی های اقتصادیش، یکی به دست آوردن دل مثلا بخشای از سرمایه‌داری داخلی و بسیار ارگان های بین المللی سرمایه‌داری توی دنیا بود. یه بخشای از
عملا گفتم این سیاست اقتصادی تعرضی بود که دفاع متعرضانه بود در حقیقت در مقابل جامعه، بیشتر به این دلیل رفته پایین تر. ولی احمدی نژاد هم همونجوری که گفتیم نه مثل رفسنجانی تو دوره رفسنجانی هم تلاش زیادی کردن که این کارو بکنن ولی موفق نشدن، در حد همون تبلیغ خصوصی سازی و اینجوری. تو دولت خاتمی مقدار و فرق میکرد، شرایط متفاوت بود. بله، همین آقای مرعشی معتقده که موفقیت اولیه و کوتاه مدت اجرای این طرح بیانگر حدی از کارآمدی دستگاه دولتی برای حفظ ثبات هست. به کدوم موفقیت ایشون اشاره دارن؟ کارآمدی دولت به چی اشاره میکنن؟ این کارشناس محترم حتما دارن مزاح میفرمایند، چون کارآمدی دولت توی دنیای امروز یه مؤلفه های مشخصی داره و هر کاری نمیشه گفت. آره، دولت جمهوری اسلامی یا حکومت جمهوری اسلامی در قتل و کشتار و اعدام اینا کارآمده، این آره کارآمدی دولت، ولی در اجرای برنامه های اقتصادی یا برنامه هایی که احتیاج به مثلا آرامش سیاسی اجتماعی داره برای اجراشون و در جهت رفاه حال جامعه، دولتی که الان احمدی نژاد در رأسشه به هیچ وجه کارآمدی نداشته و به هیچ وجه. حتی در ابتدا گفتم، در ابتدا اصلا این یه طرح نابسامان بود، خود حکومت نمیدونست با این طرح میخواد چی کار بکنه. میگم در مورد اعتراضات اجتماعی آره دولت احمدی نژاد تا اینجا کارآمدیایی داشته، ولی خود این طرح زمانی که اجرا شده اولا چیزش بسیار از روز اول خود سازمان مالی اداری دولت رو هم دچار اختلال کرد. ببینید بانک ها از یه طرف با دولت در افتادن، دولت با بانک مرکزی در افتاد، بانک مرکزی شورای اقتصاد رو زیر سوال برده بود، کارشناسان اقتصادی کل این مجموعه رو زیر سوال برده بودن، وزارت نیرو درگیر بود با دولت بر سر قیمت تمام شده برق، یعنی خیلی از چیزا میخواستن تعطیل بشن، خیلی از نیروگاه‌های گازی اینا قرار بود تعطیل بشن چون میگفتن ما نمیتونیم هزینه رو تامین بکنیم. و همینطور بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، ببینید مثلا شرکت‌هایی که با چندین هزار کارگر تعطیل می‌شدن، اینا درگیر شدن با وزارت صنایع. یعنی میخوام بگم این به هم ریختگی به هیچ وجه موفقیتی نداشت. این که مثلا تونستن 40,000 تومان به حساب ایده توی جامعه بزنن که موفقیتی نبود که بگیم مثلا کارآمدی ابتدایی. به نظر من این کارشناس خیلی در جریان امور نیست، دارن از یه جای دیگه داره قضایا رو دنبال میکنه. توی تبلیغات روزمره‌ای که انجام میشه یه تصویری داده میشه که این احمدی نژاده که عقل درست و حسابی نداره و میخواد مسئله طرح حذف یارانه ها رو اصلا ارائه میده یا میخواد انجامش بده. شما چی فکر میکنی؟ این تصویر که احمد نژاد عقل درست حسابی نداره، خب شاید مقداری واقعیت داشته باشه، ولی به نظر من در مورد طرح حذف یارانه موضوع بر سر عقل یا مثلا درک احمدی نژاد یا خامنه یا بقیه این دایناسورا از اقتصاد و سیاست و اینا نیست. موضوع بر سر نیازهای دوره‌ای که یه حکومت یا یه ساختار اجتماعی اقتصادی که در تقابل با جامعه خودش داره به سر میبره به سر تبیین میکنه براش. میدونید چرا این طرح احمدی نژاد به جلو رونده؟ یک، اینکه هزینه های نظامی امنیتی حکومت به قدری زیاده توی این دوره که اینها مجبورن از همه چیز بزنن که بتونن اونو تامین بکنن. یکی اینکه مثلا بخشن تحریم های بین المللی، خب تاثیر میذاره روی درآمدهای دولتی، در چه محدود میکنه این درآمدهای دولت رو و باز اونا باید از یه جای دیگه تامین بشه. یکی ببینید نرخ سود توی جامعه ایران خیلی چیز وحشتناک بالاست، یعنی نرخ سود و استخراج چیز اقتصادی رو دارم میگم. منتها با این وجود سرمایه‌داران توی ایران که خارج از حاکمیتن از حکومت طلبکارن همیشه، یعنی فکر میکنن هنوز باید یه چیزی بهشون تعلق بگیره. یعنی و بعد سقف غارت اجتماعی که توسط باندای حکومتی صورت میگیره خیلی بالاتر از دورهای قبل، همه اینا تأمین باید بشه. سپاه هست، حوزه ها هستن، اراذل و اوباش اطراف رژیم، اینا هزینه داره، هزینه اینا از مسلمن فقط از مثلا پول نفت نمیتونه تأمین بشه، بخش زیادی از هزینه اینا رو خود جامعه پرداخت میکنه. بله. و جامعه هم باید از این چیز اینها باید از این چیزایی بزنن توی جامعه که بتونن اون هزینه ها رو تامین کنن، اون هم بخش خدمات اجتماعی یا اون سوبسیدها و یارانه هایی میشه که به جامعه تعلق میگرفت.
اجازه بدین آخرین سوالم رو مطرح بکنم، فکر کنم 2-3 دقیقه وقت داشته باشیم. به نظر میرسه که مردم علیه این فقر و فلاکتی که هم شما بهش اشاره کردید، هم تو هر گزارشی میشه این رو دید، میشه وضعیت فقر و فلاکت رو توی اون جامعه به خوبی مشاهده کرد و لمس کرد. به نظر میاد که به صورت متشکل و یک پارچه وارد یک مبارزه نشدن. به نظر شما چه دلیل داره؟ اصلا اجازه بدید اینجوری بگم که آیا به نظر شما موقعیت مهیا هست برای متحد و متشکل شدن؟ اگه بخوام از انتها پاسخ بدم، به نظر من آره، موقعیت هست برای متشکل شدن. شرایط به لحاظ واقعیت های عینی خیلی تشکل بسیار نیاز روزمره زندگیم. ولی تو بخش اول سوالتون اگه بخوام برم، ببینید به نظر من یه نوعی از تشکل موجوده توی ایران، توی جامعه ایران. تشکلی که ما قبلا بهش میگویم تشکل طبیعی یا خود به خودی، مثل تشکلی که تو محلات هست که به طور طبیعی آدم‌ها در ارتباط با هم هستن، تشکلی که تو خانواده، ارتباطات خانوادگی است. و منظورم این نیست که فقط این آدم‌ها با هم در یه کاری میکنن، خاطر این من اسمشو میذارم تشکل. چون یه نمونه را مثلا خدمتتون عرض کنم، شما اگه یادتون باشه در پیش از عید نوروز سه‌شنبه هایی داشتیم که سه‌شنبه های اعتراضی بود. خب این وقت مردمی که میمدن تو خیابون خود به خودی نمی اومدن، یا یعنی که صرفاً به خاطر اعلام فلان نیروی اپوزیسیون، این به تنهایی کافی نبود. به نظر من نوعی از تشکل اجتماعی هست که گفت، همونجور که گفتم ما بهشون میگیم تشکل های خود به خودی یا طبیعی، که اینا داره عمل میکنه توی جامعه. یعنی جامعه اینجوری نیست که همینجوری چشبسته یا متفرق همینجوری دارن میان توی مثل خیابون و اعتراض میکنن. ولی تا اونجایی که به تشکل های با هویت، اون چیزایی که ما به طور کلاسیک میگیم تشکل های اجتماعی، مثل مثلا شوراها، سازمان های اجتماعی، کمیته ها، یا نمیدونم اتحادیه های کارگری یا چیزای اینجوری، خب این هنوز شرایط سرکوب جمهوری اسلامی رو باید در نظر بگیم. یه فاکتور مهمه که هنوز اونا به وجود نیومده، و یکی هم خود فعالینی که باید این تشکل ها رو ایجاد بکنه. بله، هم زیر سرکوب هستن، و همین که بخش زیادی از این فعالین توسط جمهوری اسلامی یا در زندان هستن یا در سالهای پیش اعدام شدن، جای خالی اینا. و تا زمانی که فعالین موجود تا سطح سازمان دهندگان اجتماعی ارتقا پیدا نکردن، به نظر من ما شاهد تشکل‌های گسترده توده‌ای به معنی کلاسیکش نخواهیم بود. بله، خیلی متشکرم از شما مرتضی فاتح. منم متشکرم از شما. بله دوستان عزیز، گفتگوی ما رو شنیدید با مرتضی فاتح در رابطه با طرح حذف یارانه ها و کلن وضعیتی که خود جمهوری اسلامی در رابطه با این طرح داره و به هر حال موقعیتی که توش گیر کرده. با ما تماس بگیرید، سوالات، نقطه نظرات و پیشنهاداتتون رو حتما با ما در میون بذارید. من سیما بهاری هستم، با همکارم جمیل فرزان به شما شب بخیر میگیم و براتون روزها و ساعت خوبی آرزو مندیم. سربلند باشید.